و اما سعدی گرم باز آمدی محبوب نیکندام سنگین دل، اگر سخن سعدی اینه که تو خلاصه اگه بیای همه کارا درست میشه، همش کارا با تو درسته، بی تو خراب. من آن نیم که حرام از حلال نشناسم، حلال شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام. گرم باز آمدی محبوب نیکندام سنگین دل، گل از خارم برآوردی و خار از پای پای از گل. گرو سرپنجه بکشاید که عاشق میکشم، شاید هزاران سی پیش آید به خون خیش مستعجل. یعنی میان جلو میگه آقا من اول بکش، اول منو. هر آن عاقل بود داند که مجنون صبر نتواند، شتر جایی بخواباند که لیلا را بود محمل. سعدی پر از زیباییه در درجه اول، پر از صداقت و پاکیه در درجه دوم، پر از حکمت و معرفت در درجه سوم. یعنی ظاهر کلامش در نظر نگیرید که مثلا من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، فکر میکنم مثلا دختر همسایه گفته، عاشق دختر همسایه هم شاید بوده ولی این شعرها رو برای دختر همسایه نگفته، برای زیبایی مطلق گفته، شامل اونم میشه. ما شعر رو برای کلی آدم میگه، شعر شخصی که آدم نباید بگه. شعر اصلا امر شخصی نیست. شعر وقتی شخصی شد یه کسی نمیخونه، میگه آقا مال ایشون بوده، فلانی عاشق شده بوده، بعد معشوقش هم پیر شده و خودش دو تایشون اصلا بیزار شدن، حالا نه شعراش دیگه به درد میخوره، برای اینکه همه مخصوص اون معشوقه. همین دوره اخیر شاعرای داشتیم که عاشق شده بودن و چقدر شعر و سوز و گداز، بعدن دیگه هر دوشون پیر شدن و هیچ از رونق افتاد. شعر حافظ از رونق نمیفته، شعر سعدی و مولانا آن شاهدی نه اینکه فردا شود عجوز، ما فردا نمیریم خونه سالمندان، ما همیشه جوونیم. آن شاهدی نه ایم که فردا شود عجوز، ما تا ابد جوان و دلارام و خوشقدیم. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. برای من سعدی خودش هم اشاره میکنه که اینا رو رفیقان چشم از این ظاهر بدوزید که ما را در میان سری است مکتوم. من یه حرفای مخصوصی دارم میزنم، باید آشنا بشی تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی. رفیقان چشم از این ظاهر بدوزید که ما را در میان سریس مکتوم، همه عالم گر این صورت ببینند کسان معنی نخواهد کرد معلوم، مگر اینکه اهل دل باشی که اون معنی رو بفهمی که چی دارم میگم. اون ابن فارز مصری میگه اون شراب، اون شراب عشق، اون شرابی که شربنا علا ذکر الحبیب مدامتن، یه شرابی خوردیم به یاد دوست، از این از خود یاد دوست شراب خوردیم. سکرنا بها من قبل ان یخلق الکرم، و ما مست شدیم قبل از اینکه انگور و این چیزا به وجود بیاد، ما مست شدیم. سعدی میگه همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. بعد ابن فارز مصری میگه که اون شراب، مشخصات اون شراب رو یکی یکی ذکر کرده. یقولون علی صفها و انت به وصفها خبیرون عجل اندی به اوصافها علمو. میگه به من میگن که اینو توصیف بکن. بله من میگن که تو بلدی. البته که من بلدم، من میدونم که این شراب مشخصاتش چیه. یکی از مشخصاتش اینه که و من بین احشاء دنان تساعدت فلم یبق منها فی الحقیقت الا اسمو. یعنی این از وسط، از دنان یعنی از خم، از خم یعنی چی؟ یعنی اون از باطن شاربان کمل، از باطن اون شرابخاران خرابات عشق این شراب ظهور کرد و آثار آن بر صفحات وجوه اولیا و فلتات، فلتات یعنی کلمه که میپره از دهن آدم، و فلتات السنه اصفیا و پاکان، یه مرتبه میپره یه چیزی از آثار اون شراب. ولم یبقم و چنان از شدت لطافت اون شراب در مسامات و در جاذبه اون قوابل و در استعدادها فرو رفت. اون که استعداد بود فورا اینو گرفت که هیچ کس نفهمید. یعنی سعدی ناگهان شراب رو وسط راه گرفت و پرید و رفت و کسی ولم یبق منها فی الحقیقت الا اسمو. فقط یه اسمش مونده دست دهن مردم افتاده، میگن آقا شراب عرفانی. کسی میدونه که چیه؟ سعدی میدونه که چیه. سعدی خودش که اون حکایت نقل میکنه که در جامعه بلبک کلمه چند به طریق وعظ میگفتن با تاریفه افسرده دل مرده و راه از صورت به معنی نبرده، دیدم نفسم در نمیگیرد و آتشم در هیزم تر ایشان اثر نمیکند. دریغ آمدم تربیت ستوران و آینه داری در محله کوران، ولی که در معنی باز بود و سلسله سخن دراز. در معنی این آیه سخن رسیده بود به جایی که میگفتم که
دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من مهجورم. این شرابه، این شرابه. اونا نشسته بودن، اونا هیچ نمیفهمیدن که افساد داره چی میگه، سعدی چی داره میگه. ناگهان رونده یعنی چه، سالک، یه آدمی که این کاره بود، گفتش که به قول مولانا هنگام عشق آمد کنون با هر یکی آن کاری. بیشتر مردم این کارن، اون کاره نیستن. آدم باید اون کاره باشه. این کاره یعنی مال این دنیاست و بایستی که یه کاره خیلی مهمتری آدم باید بکنه. بعد میگه که این رونده، که رونده‌ای بر کنار مجلس از اون بغلادش رد میشد، اون گرفت یه مرتبه. رونده‌ای بر کنار مجلس گذر کرد و دور آخر در وی اثر نعره‌ای بزد که دیگران به موافقت او در خروش آمدن. اونی که داره از بغلش رد میشه نام میگیره. گوته از بغل حافظ رد شده، گوته که نیومده وسط میدون اون همه ادبیات فارسی بخونه و زیر و زبر و لطائفش و عرفانش اینا رو، ولی فهمیده از اون بغل، چون سالک بوده، فهمیده مست شده، از همون بغل مست شده و خوب نعره زده که تو کتاب دیوان شرقی گوته اونجا اون نعره ها و اون شادی ها و اون عشق های گوته آشکار شده. کما اینکه کتاب کالیداسا، یعنی کتاب شاکونتالای کالیداسای هندی که 1500 سال پیش حداقل نوشته شده، اینم مست کرده گوته رو و گفته که اگر میخواید که من تمام برکات آسمان و زمین بهتون بدم، کتاب شاکونتالا رو بهتون میدم. بنابراین سعدی رو یک عارف تمام و کامل بدونه و اینطور نیست که بعضی این دورهای اخیر میگن آقا سعدی بیشتر فصیح و بلیغ بوده، ولی چیزی نبوده، مثلا شاعر بوده و یه خورده فساد بلاغتش، اینجوری نیست. سعدی در لطیفترین معانی عرفانی با مولانا، با حافظ، با سنایی، با عطار، با اینها همگامه و جامی خیلی قدر شیخ سعدی رو میدونه که میگه شب در آسمان قلقله شد و فرشتگان میرقصیدن و میکوبیدن و اینها، گفتن چه خبره؟ یه کسی که منکر بود خواب دید، گفتن چه خبره؟ گفت چیه شعری سعدی گفته، همه به وجد اومدن. گفتش کدوم چه شعری؟ این شعر رو خون که بگو بس بیتیز دو مصرع به هم، هر یکی مطلع انوار قدم. که برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. این شعر همه رو مست کرده بود. بعد میگه که فرشتگان دیدم که دارن میبرن، گفتم ای گرم رو بان این تا به کجا داره میرین؟ گفتن که این به خاطر سعدی داره میبریم، که اینا رو که به مقدار اونم نیست تازه، ولی یه هدایایی از نور داره میبریم بر سعدی. بعد میگه اون منکر آمد بره ببینه که در خونه سعدی چیکار میکنه، میبینه که سعدی سرش گذاشته روی زمین و با خود دیده که رخ از خون جگر تر میکرد، با خودن بیت مکرر میکرد. خیلی سعدی قدر و منزلت داشته پیش خدا، محبوب خدا بوده، به همجهت هم شعرش محبوب ماست. سعادتی میخواد که آدم شعر سعدی که کلید در گنج سعده است نتواند که به جای آورد الا مسعود. یه آدم با سعادتی میخواد که بتونه شعر سعدی رو بخونه و قرین بشه و عمل بکنه. و اما چند بیتی هم از حافظ بخونم، فکر میکنم بهتر یک غزلی به عنوان فال بخونیم که در واقع هم حافظ سخن خودش رو بگه، هم ما آرزوها و آرمانها و احلام خودمون رو در سخن حافظ پیدا بکنیم. طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. من نمیدونم کدوم غزل بخونم، مثلا از اون اول که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول، تا اون غزل که حالا البته رو حروف الفبا غزل آخرش نبوده، ولی رو حروف الفبا غزل آخر ظاهرا این غزل هست که ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی. حالا یه غزلی رو من بر حسب تصادف دوستان نیتی بکنن، اون غزل رو ما بخونیم. زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد. همه ما میتونیم این کار بکنیم، یعنی ناگهان بگیم که آقا تو چه میخوای خلوت نشینی گوشه بشینی، نه پشو برو اسط میدان، برو اسط شادی. از سر پیمان گذشت، یه پیمان بی خودی ما با شیطان بستیم، اینو بشکنید اون پیمان. از سر پیمان گذشت بر سر پیمانه شد. پیمانه یعنی شراب، شراب یعنی شادی، شادی یعنی رسیدن به اون شادی مطلق. مولانا میگه گوش طرف چرخه چرخ پست تو،
گوش طرب به دست تو، گوش طرب دست خداست، یعنی اون گوشی گرفته میاره میده به شما، اگه دست کسی دیگه نیست نمیتونی از جای دیگه بگیری. بنابراین شادی رو بعد از اونجا بگیری، شراب رو بعد از اونجا بگیری. از سر پیمان گذشت بر سر پیمانه شد، شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب، باز به پیران سر عاشق و دیوانه شد، صوفی مجلس که دی جام و قدح می شکست، باز به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد. به خاطر اینکه یه جلبه ای باید بکنه، اون بوت ترسا بچه باد فروش که میگه که ناگهان میاد و دل آدم میبره، مغ بچه میگذشت راهزن دین و دل، در پی آن آشنا از همه بیگانه شد. این فکر نکنه هزار جلوه داره اون مغ بچه. یکی از خطاطان میگه من داشتم توی موزه رضا عباسی میرفتم، دیدم یه خطی از میرزا غلام رضا گذاشتن، دو تا کشیده پشت سر هم گذاشته و یه چند تا کلمه رو. گفت وقتی چشم به این افتاد بی اختیار آنچنان دلم رفت که گفتم من حتما باید برم خطاط بشم، ولی یکی از خطاطان معروف انجمن. مغ بچه بهش گفتم که مغ بچه ای میگذشت راهزن دین و دل، در پی آن آشنا از همه بیگانه. حالا یه گوشه ابرو بوده، یه کسی میبینی که خود اون رو میبینه، میبینه و شیخ محمود میگه اون شب ناگهان اون شاهد اومد بالا سر من، بالا سر حافظم اومد، گفتش که زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب اومد، یه شب سراغ شما میاد، پیرهن چاک و یعنی بدون حجاب، غزل خان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنه. افسوس که خوابیدی؟ افسوس کنه آقا رو نیو خانم ببین، خوابیدی عاشقی و وقت ادعای عشق هم میکنی، لبش افسوس کنن. نیمه شب یار به بالین من آمد بنشست، سر فراگوش من آورد و به آواز حزین گفت ای عاشق شوریده من خوابت هست؟ عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. بنابراین اون صوفی یه همچین حادثه براش رخ داده که ناگهان دیشب جام و قدح میشکسته. خیلی روزگار با آدم بازی ها میکنه. گفت منی که لفظ شراب از کتاب میشستم، اینقدر تعصب داشتم که اگه یه جایی نوشته بودن شراب نقطه‌هاشو پاک میکردم که بشه سراب، یا لفظ شراب از کتاب میشستم، زمانه کاتب دکان میفروشم کرد، شدم حسابدار میخونه. روزگار این بازی رو میکنه، ولی گاهی اوقات به یه معنای خیلی بلند این کار میکنه، یعنی شما رو خلاصت میکنه از این چیزها، میبره حسابدار شادی و که هی بشموری که چقدر لحظه به لحظه انسان بر شادیش اضافه میشه. مغ بچه ای میگذشت راهزن دین و دل، در پی آن آشنا از همه بیگانه شد، آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت. تمام داستان گل و بلبل دیگه، تمام دیوان حافظ رو میشه گفتش که یعنی گل و بلبل. گل یعنی خدا، یعنی زیبایی محض، بلبل هم یعنی عاشق. سعدی میگه هر گل نو که در جهان آید ما به عشقش هزار دستانیم، هر کی چشم ابری پیدا شد من یه غزل میگم براش، اما برای اون گل میگم، چون اون گل اصله، اینا هم جلوه های اون گل هستن. آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت، چهره خندان شمع آفت پروانه شد. همین که خندید ما رو همه رو بسوخت، یعنی آتش پروانه رو به خودش جذب کرد و سوزوندش، و چه خوب کاری کرد، چون پروانه اصلا برای سوختن میره اونجا. نرگس ساقی بخواند آیت افسونگری، یه آیه خوند برای ما که همه آیات فراموش کردیم دیگه، قطره باران ببخشید حلقه اوراد ما مجلس افسانه شد. قبلا شسودیم ورد میخوندیم و نمیدونم سر خودمون بی خودی گرم میکردیم، اینا فهمیدیم که نه، بایستی بریم کار دیگه بکنیم، رفتیم در مجلس افسانه، رفتیم اون افسانه بزرگ رو که تو گفتش که من تو را مشغول میکردم دلا، یاد آن افسانه کردی عاقبت. مولانا میگه اون افسانه رو نمیذارن ما یادمون بیاد، اگر یادمون بیاد اون افسانه عشقی که ما به پروردگارمون داشتیم، اون وقت اینا تمام درست میشه. من تو را مشغول میکردم دلا، یاد آن افسانه کردی عاقبت. میگه حلقه اوراد ما مجلس افسانه شد، رفتیم تو مجلس افسانه و به اون افسانه پرداختیم. گریه شام و سحر شو که ضایع نگشت. گریه شام و سحر یعنی اشتیاق، گریه نیست که آدم غم و غصه میگن آقا این ادبیات زنجیمور است همش هی غصه، اینجوری نیست، اینجوری نیست. اگرم گفتن که غم غم عشق و اینا، برای اینکه نظرتون نزنن، وگرنه غمی وجود نداره در عشق، غم وجود نداره، غم مال نفس و این چیزهاست،
رنجش مال نفسه. از هر که تو رنجیدی با خیش بگو باری. ای دل تو نمیگفتی که از خیش شدم خالی، تو که از خود خالی شده بود چرا رنجیدی؟ اگه رنجیدی هنوز هستی، هنوز نیست نشدی، عاشق نشدی. بنابراین گریه، ادبیات ما ادبیات گریه نیست، ادبیات شادیه. اصلا از اولش با شادی شروع میشه. مولانا شادترین، حافظ همینطور، سعدی یک کلمه یأس‌آمیز تو تمام مثنوی شما پیدا نمیکنید، تو تمام دیوان سعدی پیدا نمیکنید. یه جا که بگیم چه زندگی مرده شور زندگی رو برن، نمیگه جواب. همه جا شادی، همه جا ستایش، همه جا شگفتی و عرشبت که اعجاب از آفرینش. گریه شام و سحر شوک زایه نگشت. الحمدلله که ما این اشتیاق ما، فکر نکنید شما مگر اشتیاق نشون دادین، گریه کردین. تنیسون انگلیسی میگه من یه بچه‌ای هستم که دارم گریه میکنم و هیچ وسیله‌ای جز گریه ندارم. برای اینکه شما یه بچه رو فکر کنید توی گهواره گذاشتن، این چیکار میتونه بکنه؟ وقتی مادرش میخواد چیکار بکنه؟ وقتی شیر میخواد، وقتی که همه چیزای خوبه میخواد، وقتی آغوش گرم میخواد، وقتی که محبت میخواد چیکار بکنه؟ غیر از گریه کار دیگه میتونه بکنه؟ ما هم همین هستیم. تنیسون میگه من بچه‌ای هستم که داره تو گهواره گریه میکنه و هیچ وسیله دیگری غیر از گریه ندارم. لا املک الا دعا. قطره باران ما گوهر یک دانه شد. مولانا میگه اشک بندارند و عشق کان از بحر حق بارند خلق، گوهر است و عشق بندارند خلق. این گوهره، منطقه فکر کنن عشقه. قطره باران ما گوهر یک دانه شد، منزل حافظ کنون بارگه پادشاه است. میگن حافظ که آیا حافظ هم انالحق گفته؟ بله، همه شعرا انالحق گفتن، منطقه منصور رو استثنان به عنوان مدل دارش زدن، وگرنه همه شاعران بزرگ گفتن که انالحق، منتها در پرده. اون خود بی پرده گفت. جرمش آن بود که اسرار هویدا میکرد. حافظ میگه گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش آن بود که اسرار هویدا میکرد. حافظ اینجا دقیقاً مدعی شده، میگه که منزل حافظ کنون بارگه پادشاه است. یعنی اون پادشاه اومد خونه ما. چرا؟ برای اینکه دل بر دلدار رفت، جان بر جانان شد. دل رفت و دلدار آمد و جان رفت و جانان آمد. بنابراین در دل من الان غیر از او کسی نیست. لیس فی صب جبتی سوی الله، غیر از در جبه من غیر از او کسی نیست. منزل حافظ کنون بارگه پادشاست، دل سوی دلدار رفت، جان بر جانان شد. انشاءالله که ما این گنج و این ثروت و این موهبت الهی رو که به وسیله این شاعران آسمانی به ما هدیه داده شده، اینو غنیمت بشماریم و در کنار گنج گدایی نکنیم، بلکه پادشاهی بکنیم. اگر از هراس و استراب این عالم انسان بخواد فرار کنه یه جایی، کجا بهتر از دیوان حافظ؟ علت اینکه مردم انقدر دوست دارن به خاطر اینکه چه بدونن چه ندونن، چه زیاد بفهمن چه زیاد نفهمن، اون حال خوش سلامت و آرامش و امنیت خاطر در سخن اینها هست. چون سخن اونها از عالم امن میاد، چون خودشون به عالم امن رسیدن، کمپوزیسیون و ترکیبی که از عالم امن میاد ایجاد امنیت میکنه. اگر لبخند من از عالم محبت بیاد، در شما القای معنی محبت میکنه، چون از عالم محبت آمده. چون این صورت ها از یه عالمی میان دیگه. من که لبخند میزنم، از کجا بود لبخند قبلا؟ این در دل من بود، بعد میاد تو چشم، به قول انگلیسا، بعد it is enriched by the lip، یعنی لب ها اونو به صلاح غنی میکنن و به کمال ظهور میرسونن. پس ببینیم که از کجا آمده. هر شاعری رو باید ببینیم که حرفاش از کجا داره میاد، از چه عالمی تو صحبت میکنی. از همون عالم این کلمات آمده، ما رو به همون عالم دعوت میکنه. گاهی زبانها رو تقسیم میکنن به زبانهایی که مانیومنتال هستن، که میشه باشون جملات خیلی آراسته و به یاد ماندنی ساخت، مثل زبان لاتین، مثل زبان عربی، تا یه حدودی زبان آلمانی. بعضی زبانها رو میگن مانیومنتال هم.
ولی من فکر میکنم هر زبانی به دست شاعران بزرگ مانیومنتال میشه، یعنی تبدیل میشه به یه بنایی. فردوسی میگه پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. مانیومنت میشه. سعدی مانیومنت تولید کرده، بنا تولید کرده، بناهایی که بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب، پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. شکسپیر مانیومنت آفریده، خودش هم میگه که ساختمانهای مرمرین و قصرهای زرین همه بر خاک خواهند افتاد، ولی سخن من همچنان ادامه خواهد یافت. بنابراین امشب میخوایم که بریم در عالم سلام، بریم در عالم امن، فرار کنیم از قوقای نفس اماره و هزاران هزار وسوسه و سودایی که در سر ما هست و این عقل معاشندیش و عاقبت اندیش که به قول سعدی ز عقل اندیشه ها زاید که مردم را بفرساید. گرت دیوانگی باید، آسودگی باید، برو مجنون شو ای عاقل. از همه اینها پناه ببریم به ادبیات، ادبیات آسمانی، ادبیاتی که از عالم امن آمده. اما کار ما بدون بسم الله که نمیگذره. اولی بسم الله بگیم. چرا بسم الله بگیم؟ به خاطر اینکه اگر نام او در میان آمد، اون عالم سلام و اون عالم امن و اون عالم نورانی میسر میشه. در غیر این صورت مولانا میگه که هرچه بگویم ای سند، نیست جدا ز نیک و بد. هم تو بگو به لطف خود، بی تو به سر نمی شود. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود. گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی. آن منی کجا روی؟ بی تو به سر نمی شود. بی تو اگر به سر شدی، زیر جهان زبر شدی، باغ جنان سقر شدی، بی تو به سر نمی شود. جاه و جلال من تویی، باغ و بهار من تویی، خواب و قرار من تویی، بی تو به سر نمی شود. هرچه بگویم ای سند، نیست جدا ز نیک و بد. هم تو بگو به لطف خود، بی تو به سر نمی شود. بذارین اون صحبت بکنه. حافظ و سعدی و مولانا و این پنج شاعر گذاشتن که او صحبت بکنه، به هم جهت در دلها ایجاد آرامش و لطف و زیبایی میکنن. شاعر بزرگ کیه؟ شاعر بزرگ کسیست که در قعر تاریکی میتونه بره چراغ برداری بیاره. به قول دبلیو اچ اودن، شاعر انگلیسی، درباره تی اس الیوت میگه ای شاعر، برو به قعر تاریکی و از میانه اون تاریکی نور برده بیار، چراغ برده بیار. در قعر ظلمات این عالم چراغ پیدا کن برده بیار. انی آنست و نارن، شاعر اون کسی که میگه من چشم به آتشی افتاده. فلعلی لک آتن به شهاب قبسی، من برم یه پاره آتشی براتون بیارم. لعلکم تستلون، که گرم بشین، که روشن بشین. چنین کسی شاعر. شاعر اون کسی است که with unconstrained voice خطاب به همون الیوت میکنه که ای شاعر تو برو و with unconstrained voice، با صدای مطمئن، با صدایی که هیچ نمیلرزه. چون همه ما هرچی داریم میگیم میلرزیم، فکر میکنیم درسته درست نیست. تو با صدای مطمئن call us to ecstasy and rejoice، خاطر که هزین باشد. یک نکته در این معنی گفتیم و همین باشد. شاعر اون کسیست که به قول نظامی ذاتش فکرت چو پریشان شود یا شوند، با ملک از جمله خیشان شوند. و
وقتی که سودایی در سرشون پیدا میشه میاندیشن درباره عالم، میرن به آسمان و با ملک فامیل میشن، شه پسر عموی ملک فرشته، با ملک از جمله خیشان شون. اون وقت از اونجا چون به سخن گرم شود مرکبش، وقتی شروع میکنه حرف زدن و گرم میتازه در میدان ادب، چون به سخن گرم شود مرکبش، جان به لب آید که ببوسد لبش. عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده. جون آدم به دو معنی، یکی اینکه آدم از اشتیاق جونش میاد به لبش که لب او رو ببوسه. این آسونه، هر کسی میتونه لبش رو لب اون شیشه و اون عرشبت که جام و سراحی بذاره. ولی چون به سخن گرم شود مرکبش، جان به لب آید که ببوسد لبش. باز در خسرو و شیرین نظامی اشاره میکنه که در آن دوران که من در بسته بودم، سخن با آسمان پیوسته بودم، یه مدتی در رو خودم بسته بودم، خلوت کرده بودم و رفته بودم به آسمان، سخن با آسمان پیوسته بودم، گهی برج کواکب میبریدم، گهی ستر ملائک میدریدم. یعنی من حجاب فرشتگان رو میزدم کنار. سعدی میگه اگه میخواییم بگیرین، بیماری بگیرین. اگر میبینی که میگن آقا کشف حجاب کرده، بیا منو بگیر، چون من دارم کشف حجاب میکنم از عالی ترین جلوه های جمال در عالم. من ستر فرشتگان رو برمیدارم، چاک شده، باز شده چاک گریبان حور، خط سحر یافته طغرای نور. چشمش افتاده به گریبان حور، به زیبایی. اون آدم میگه در اون دوران که گهی برج کواکب میبریدم، یعنی ستارگان که هر کدوم ای کوکب هدایت از گوشه ای برون آی، ای کوکب هدایت، این ستارگان رو، ستارگان رمز لطائف معنوی و روحانی و نورانی هستند، یعنی یه بارقه هایی هستن که در پرتو اون انسان میتونه به راهش پیدا کنه، اگرچه که به اونجا نمیرسه. آرمان ها مثل ستارگانی هستن که ممکنه شما به اون آرمان نرسید، ولی راهتون رو هدایت میکنه، میگه که از این طرف باید بری. It's a star to every wandering bark، به قول شکسپیر. ستاره ایست که کشتی های سرگردان رو بر دریای متلاطم هستی هدایت میکنه. مولانا میگه که آشنایی گیر شبها تا به روز، اشعار خودش میگه اینا ستاره است. آشنایی گیر شبها تا به روز با چنین استاره های دیوسوز، هر یکی در دفع دیو بدگمان هست نفتنداز قلعه آسمان. هر ستاره یکی میاد یه تیری میزنه یه دیوی رو بد دور میکنه. چرا؟ برای اینکه تا آدم یه کار خوبی بکنه، یه فکر خوبی بکنه، یه دیوی میاد و میسیم یا بر چی؟ یه جلو تا آدم میخواد دستشو تو جیبش بکنه یا عطایی بکنه، یکی میاد مچ آدم میگیر. ولی اون بارقه و اون نور او رو دور میکنه. بنگر به ستاره که بتازد سپس دیو. حالا بعضی فکر میکنم مثلا این ستاره هاست و این شهاب ثاقب که میخوره، این رمزه. بنگر به ستاره که بتازد سپس دیو، چون زر گدازنده که برقیر چکانیش. آشنایی گیر شبها تا به روز با چنین استاره های دیوسوز، هر یکی در دفع دیو بدگمان هست نفتنداز قلعه آسمان. باز نظامی در شب معراج پیغمبر میگه که به دفع نزلیان آسمانگیر، ز جعبه داده جوزا را یکی تیر. یعنی پیغمبر در اون شبی که داشت میرفت بالا، دیوها حمله میکردن که بلکه الا من خطف الخطفه، که بفتنن یه چیزی به چنگ بیارن از این بارقه های آسمانی، برن دستاویز فریب و نیرنگ خودشون بکنن. چون خیلی ها میان یه چیزی، شعری، آیه، یه چیزی رو میدوزن، میبرن یه جایی و مایه فریب ایجاد میکنن. اون دیوه میخواد الا من خطف الخطبه فتبه و شهاب ساقب، یه شهاب ساقبی دنبالش میکنه، دورش میکنه. میگه که پیغمبر اون شب برای این نزلیان اینا که توفیلی میان یه جایی دعوت ندارن، اینا میان اونجا میخواد چی پلویی بخورن. نزلیان
نه آسمانگیر که اومدن سر راه آسمانی گرفتن، ز جعبه، از جعبه اندیشه و بارقه فکر خودش داده به جوزا. جوزا که یک به اصطلاح کانستلیشن، یکی از صور فلکی هست، یک تیری داده که بزن، که حافظ میگه خوردم تیر فلک باده بده. این اون تیر نیست البته، گفته که این تیر رو بزن به هر دیوی که خواست بیاد جلو که نتونن بیان. بنابراین شاعر به قول ویلیام بلیک اول باید به آسمان بره، باید دیدار بکنه، با ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت آشنا بشه و با اونها بنشینه و باده‌ای بخوره، بعد مخ بیاد پایین سر صدا را بندازه. کسی که شب به خرابات قاب قوسین است، درون دیده پر نور او خمار لغاس، ادعای بی خودی هم نمیتونه بکنه که بله ما هم دیشب بودیم اونجا. اون شب تو نبودی اون در اون خرابات قاب قوسین که پیغمبر اونجا بود، یطعمونی و یسقینی، گفتش که به من طعام دادن، به من شراب دادن، تو نبودی اونجا، ولی مولانا بوده. مولانا هم یه جرعه‌ای بالاخره تو اون مجلس حضور داشته. خودش میگه که من اون شبی که پیغمبر به معراج رفت، آن شب که احمد برگذشت از 5 و 4 و 7 و 8، بر هشتمینش من بودم، من عاشق دیرینم. امیر خسرو دهلوی هم گفت منم اونجا بودم اون شب. اون شب من، اون شبی که نمیدانم چه محفل بود، شب جایی که من بودم، به هر سو رقص بسمل بود، شب جایی که من بودم. بسم الله رو اونا فهمیدن. رقص بسم الله اینه که سرتو ببری بذاری زیر پاد برقصی. به هر سو رقص بسم الله بود، شب جایی که من بودم. پری پیکر نگاری، سرو قدی، ماه رخساری، سراپا آفت دل بود، شب جایی که من بودم. بعد میگه که خدا خود میره محفل بود. اونجا مهمونی مال کی بود؟ مهمونی خدا. خدا خود میره محفل بود، اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود، شب جایی که من بودم. اون شمع محفل بود، ما اون پایینا بالاخره نشسته بودیم. اون کسی که یه جرعه‌ای در اون شب خورده و به اون خرابات قاب قوسین به اونجا رسیده، اون میتونه تو چشمش معلومه، دوش ای پسر می خورده، چشمت گواهی میده. کسی که شب به خرابات قاب قوسین است، درون دیده پر نور او خمار لغاست. وگر نه یک کسی که ادعا بکنه، مولانا میگه تو اگر تو یار منی بس بگو که دوش چه بود، میان این دل و آن یار می فروش چه بود. اگر به چشم بدیدی جمال حضرت یار، مرا بگو که در آن حلقه های گوش چه بود. اگه اونجا بودی بگو گوشواراش چه رنگ بود. نبودی اونجا معلومه نبودی. که ادعا میکنه غیر از اون کسیست که داره بیان حقیقتی رو میکنه. سعدی دیده، وقتی میگه که منم یارب در این دولت که روی یار میبینم، فراز سرو سیمینش گلی پربار میبینم، ز گردون نعره میآید که اینت بلعجب کاری، که سعدی را ز روی دوست برخوردار میبینم. اون راست میگه، به دل آدم میشینه که این دیده. شاعر به قول ویلیام بلیک اونیست که میره به آسمان، بعد از آسمان که دیدار میکنه با یک حقایقی که از صورت و شکل و اینها بیرون هستن، بر میگرده فکر میکنم چی کار بکنم. حالا حیران که خب من چی بگم به اینا، از اون واقعه چی بگم. میاد زبان رمز به این دلیل انتخاب میکنن، برای اینکه چاره ای نداره، چاره این چی کار بکنه. ناچار میشه درخت و زمین و آسمان و چشم و ابرو و هور و پری و اینا رو همه رو به استخدام بگیره که بتونه در لابلای این حرفای خودشو به شما بگنجونه و اون حال خوشی که پیدا کرده در اون شب اینو به شما یه جوری منتقل بکنه. وگرنه کاری به درخت نداره، درخت گنچه برآورد و بلبلان مستن، این که همه میدارن میبینن، حرف مهمی نیست برای گفتن. اون یه درخت دیگریست، این رمزه. و نقاش هم همینطوره. نقاش هم اگه درخت رو بکشه که میگن آقا بیا الان دوربین هست ما بهتر میکشیم. نقاش چیزی رو در درخت میبینه که دیگران نمیبینن، یه چیزی رو در طلوع خورشید میبینه، در غروب خورشید میبینه، در عبور گوسفندان در صحرا میبینه که دیگران نمیبینن. و این رو رمز قرار میده برای یک حقیقت جاودانه ای که پشت این یک جمالی رو آدم میتونه حس بکنه، یک نقش آفرینی رو میتونه ببینه.
بنابراین همه گفتن که شاعر اونیست که از آسمان برگشته و حالا در روی زمین، زمین یعنی کلمات، یعنی کلمات، هر چیزی یه زمین داره یا آسمان داره. مثلا شما وقتی که شاد هستین آسمانش چیه؟ غیبه، کسی نمیدونه که شما شادین. اگه آشکار نکنین شادی در دل شماست، بعد از اون آسمان میاد در عالم خیال، بعد مثلا رنگ ها میبینید، نقش ها میبینید، از اون شادی، اون شادی تبدیل میشه به نقش و رنگ و صورت های بدی و زیبا و پرنده و باغ و بوستان تو ذهن شما. بعد شروع میکنید میگید که بله، رسید مژده که آمد بهار و سبز دمید، تبدیل میشه به کلمات. کلمات زمینه، میرسه در یه مرتبه که ما میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. منتها چون این از آسمان اومده ما رو برمیداره، دو مرتبه میبره به آسمان. اون داستان توتی و بازرگان، گفتش که گفت آن توتی به فعلم پند داد که رها کن لطف آواز و وداد. گفتش که تو اومدی اینجا جلوه‌گری میکنی و اونو رها کن، تو فکر گریز از این زندان و از این قفس باش، خودتو بزن به مردن، خودتو بزن به مردن. بعد میگه که معنی مردن این نیست که آدم واقعا بمیره، معنی مردن ز توتی بود نیاز. عجبا که مردم تا میگن مردن فکر میکنم این دراز شد مرد، تا میگن مثلا نمک میگن که با خیار میخورن، تا میگی مثلا فرض کنید که شراب شیشه یاد شده، اینا معانی دیگه داره، آخه معانی دیگه داره. چاه تا میگن چاه میگن فکر میکنن که چاه یعنی جاییست که میکنن تو زمین، چاه کل این عالم چاهه. از یه دیدگاهی اگر گفتن امام زمان در چاهه، که در کدوم چاهه؟ یوسف حسنی تو این عالم چو چاه. این رسن صبر است از امر اله، تا ببینی این جهان چاهیست تنگ، یوسفانه آن رسن آری بچنگ. زلفش رسنی فکنده در راه، تا هر که فتد برآرد از چاه. ما میخواییم از چاه در بیارن ما رو. بنابراین یه معنیش هم مردن یعنی چی؟ مردن میگه یعنی ما مثلا میگه من مردتم، این یعنی دراز بکشادم جنب جان رو فرین تصمیم کنه، من کشتتم. گاهی اوقات میتونی عکسش هم بگی، بگی من زندتم. نظامی میگه که ما که نظر بر سخن افکنده ایم، مرده ای اوییم و بدو زنده ایم. ما هم مرده سخنیم هم زنده سخنیم، یعنی ما عاشق سخنیم، ما دلمون رفته برای او. معنی مردن ز توتی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز، تا دم عیسی تو را زنده کند، چون بهارت خوب و فرخنده کند. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. پس امشب میخواییم 5 از این شاعران رو، از این پرندگان رو، از این فرشتگان آسمانی رو معرفی کنیم. البته فکر نکنید که در دنیا فقط در ایران از این شاعران بودن، همه جا بودن. عرفان همه جا هست، عشق همه جا هست، معرفت الهی و اون نور همه جا هست. اون شرقی و غربی نداره، لا شرقیه ولا غربیه. فکر نکنید این این حرفی که میبینید مولانا اینجا میزنه، یه شاعر دیگری که اصلا به گوشش نخورده سخن مولانا، اونم بهش وحی میشه. فیض روح القدس سر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. منتها ما چون با فرهنگ خودمون آشناتریم، یه کسی میگه آقا انگلیسی ها اینقدر شعر میگن اصلا. بله که شعر میگن، همین شعر مثلا اسپنسر رو شما مجموعه فری کوینش ببینید بنزه مثنوی بیشتره. شعر میگن، خیلی هم زیاد شعر میگن، شعرهای خوب هم در اشعارشون هست، اشعار عرفانی هست، اشعار عاشقانه هست، رمز و ارچبت که مراتب سیر و سلوک معرفت هست، ارچبت که هفت شهر عشق هست، همه اینا هست اونجا، معادل داره. و من انشالله این کتاب در قلم رو به زرین، In the Realm of Gold، یک کتابی هست که انشالله امیدوارم تا عید امسال من بتونم به تاب برسونم و چاپ بشه، که یه دوره ادبیات انگلیس رو با مقایسه قدم به قدم با ادبیات فارسی، که شما ببین این حرف رو اینا، این سعدی، این مولانا، این نظامی، ولی این حرف رو مثلا فرض کنید چاسر، شکسپیر، میلتون، ویلیام بلیک، شلی، وردزورث، کیتس، نمیدونم امیلی دیکنسون، امیلی برونته، کریستینا روستی، اینا هم گفتن.